با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 9 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند. رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. و مجموعه گزارش‌های ایران اینترنشنال از وضع آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند. همزمان با ادامه تنش میان جمهوری اسلامی و سوئد بر سر دادگاه حمید نوری در استکهلم و اخباری از اجرای احتمالی حکم اعدام احمد رضا جلالی در تهران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی و جاسوسی در ایران متهم کرد. خطیب‌زاده با انتقاد از نحوه محاکمه حمید نوری درباره صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، هم گفت پرونده جلالی به دادگاه نوری ربطی ندارد و سوئد قصد گروکشی دارد. آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده، حکمش بازنگری شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سال هاست که این موضوع داره پیگیری میشه. خسارت های عمده ای هم زده. متاسفم هستیم که دوستان ما در مراکز اطلاعاتی و امنیتی گزارش هایی که میدن حاکی از این است که برخی از این کشورهای غربی به رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیات هاش کمک کردند. اینکه آقای نوری بعداً طراحی میشه گروهک شکست خورده منافقین، دامی رو پهن میکنه و بعد هم شاهد میاره، شاهد رو از گروه خودش میاره، دادگاه رو سیاسی میکنه، همه رو به بازی میگیره و دولت سوئد اجازه میده و بعد هم سیاسیش میکنه، شک ما رو برمیانگیزه که چطور این اتفاقات همه بعدش میفته. یک سیاستی در برخی از این مراکز رسانه‌ای وجود داره که اتفاقاتی که میفته با فراموش کردن تقدم و تأخرش سعی میکنن به هم مرتبط کنن. اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر ارتباطی هم هست حتما طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن. متاسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. از همین تریبون من چندین بار گفتم دادگاه صلاحیت نداشته، مقدمه، مؤخره، روندها، روالهای قضایی همه نادیده گرفته شده، حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. من از شما رسانه‌ها درخواست میکنم به جزئیات با یک نگاه کاملا منصفانه به جزئیات اتفاقاتی که در مورد ایشون افتاده توجه کنید. متاسفانه دولت سوئد توجه نکرده. من فکر میکنم دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. فکر نکنه که با این گروکشی ها موضوع آقای جلالی فراموش میشه. موضوع آقای جلالی موضوع یک حکم تروریستی هست و یک حکم جاسوسی که در مسیر خودش پیگیری میشه. با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران کشورهای غربی را به عملیات تروریستی و جاسوسی در ایران متهم می‌کند، از کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس پرسیدیم آیا دور جدیدی از تنش میان تهران و غرب آغاز شده است؟ واقعیت اینه که این تنش وجود داشته و این اتهاماتی که آقای خطیب‌زاده امروز مطرح کردن، هرچند با لحن تندتری مطرح کردن، ولی در گذشته هم ایران این رو مطرح کرده. حتی در جریان اون حمله به سایت هسته‌ای در کرج، جمهوری اسلامی حتی خود آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی رو هم متهم می‌کرد به همکاری با اسرائیل. اما اینکه چرا در این مقطع خاص با این به اصطلاح درجه از شدت و به اصطلاح رتوریک این حرفا رو میزنه سخنگوی وزارت خارجه، به احتمال زیاد مرتبط هست با این سفر قریب الوقوع امریکا مورا، هماهنگ کننده مذاکرات هستی از سوی اتحادیه اروپا که قرار فردا به ایران بیاد. به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به سخنان آقای جوزف بورل که چند روز پیش در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفته بود که
توافق هسته‌ای یعنی احیای برجام به نفع اتحادیه اروپا است، به دلیل جنگ اوکراین و روسیه، نیاز اروپا به جایگزین کردن انرژی روسیه و اینها. احتمال میدن که اشتهای اتحادیه اروپا برای سازش بیشتر هست و جمهوری اسلامی همچنان که مسائل غیر برجامی دیگری نظیر خارج کردن اسم سپاه از لیست تروریستی آمریکا یا مبادله زندانیان رو به عنوان به اصطلاح بخشی از مذاکرات برجام به طور موازی ادامه میده، میخواد با این فشار ها شاید اتحادیه اروپا رو مجبور کنه، حالا اگر هم نه حمید نوری، اسدالله اسدی که در بلژیک متهم و محکوم به 20 سال زندان شده دلیل طرح حمله به بمبگذاری در یک به اصطلاح تجمع سازمان مجاهدین در فرانسه، اون رو شاید بخواد به اصطلاح مبادله بکنن یا آزاد بکنن. در هر صورت مجموعاً میخواد مسئله نوری و دیپلمات‌های دیگر ایرانی که به دلایل مرتبط به مسئله تروریستی در اروپا بازداشت هستن رو مرتبط بکنن با مذاکرات برجامی و مذاکراتی که با اتحادیه اروپا دارن در رابطه با روابط تجاری و مبادلات اقتصادی دو جانبه. توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرده که دادگاه حمید نوری غیر قانونی و نمایشی و سیاسی بوده و حقوق اولیه او رعایت نشده. ارزیابی مهدی اصلانی، نویسنده و فعال حقوق بشر، رو در همین رابطه جویا شدیم. مهمترین موضوعی که هست این که در دفاعیات آخر حمید نوری او متملقانه و تهوع‌آور دقایقی طولانی از روند دادگاه تشکر کرد، از قاضی پرونده تشکر کرد. تنها چیزی رو که مطرح کردن و خانواده‌اش مطرح کردن این مثلا چشمش دچار مشکل بوده، عینک مناسب به این ندادن. دادگاه در واقع واقعی و بیدادگاه اساسا همینجاها رقم میخوره. اون چی که در مورد آقای جلالی در ایران اتفاق افتاده، اون چی که در مورد حمید نوری این تفاوت رو نشون میده، حدود 3 سال با میلیون ها صرف هزینه وقت و اون چیزی که همگان به دیدن داشتن حق وکیل و محاکمه عادلانه که الان در حقیقت با مجازات عادلانه توام شده، حکومت اسلامی، اتاق فکر حکومت اسلامی و حمید نوری با 3 بار عنوان کردن استیناف در آخرین دفاعش نشان از این داره که اونها میدونن حکم حمید نوری قطعیت داره و دستگاه قضایی سوئد رو نمیشه با این ترفندها، نمیشه با این میز بزرگ قمار جهانی که جمهوری اسلامی مرتب با ژتوناش بازی کرده، این بار دادگاه سوئد رو یک دادگاه مستقل استقلال قضایی دولت سوئد رو مورد معامله قرار داد. این معامله در حقیقت کالای به فروش نیست. توضیحات مهدی اصلانی، نویسنده و فعال حقوق بشر از فرانکفورت رو میشنیدید. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ده‌ها شهروند معترض به گرانی و مشکلات معیشتی در استان خوزستان بازداشت شدند. در ویدیوهایی که از این اعتراض‌ها منتشر شده، حضور گسترده نیروهای امنیتی قابل مشاهده است. اینترنت تلفن‌های همراه هم دیروز و برای 3 روز متوالی در اکثر شهرهای استان خوزستان قطع یا با اختلال همراه است. مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما از تهیه کنندگان و مجریان خواسته کنترل بیشتری بر انتشار اخبار مرتبط با نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها داشته باشند و از نقد دولت رئیسی و طرح انتقادهایی که به زیان نظام سیاسی است خودداری کنند. علیرضا حبیبی در فایل صوتی که به ایران اینترنشنال رسیده از نگرانی‌های امنیتی نظام و مدیران ارشد صدا و سیما گفته و خواستار سانسور اخبار شده است. من یه پیامی چون توی گروه مدیران گذاشته بودم، ولی با توجه به تاکید آقای بخشی‌زاده و دستوریشون، من دیگه گفتم به خود گروه بذارم و میخواستم که به تک تک شما زنگ بزنم، ولی این پیام من رو به عنوان یک پیام تلفنی فرد به فرد در نظر بگیرید. اول خطاب به گویندگان محترم برنامه صبح وقت فرهنگ و بعد تهیه کنندگان عوامل دیگه، حتی اون ارتباطات و تلفن ها. ببینید شرایط فعلی جامعه ما با توجه به این شرایط گرونی ها و مشکلات در واقع وزرا گاهی اوقات انتقاداتی هست و شرایط جامعه جهانی، اوکراین، گرونی ها، نمیدونم نون، ماکارونی، فلان فلان، همه اینها هست. الان ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو. دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین
کوتاه اومدم، الان معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید، که یه خورده که نه، شدیدن مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه. شیشتونگ تایی کنندگان محترم، نه این یه مرتبه تو دیدگاه بیه نقد کنید دولت رو، نقد کنید، فعلا وقت اون نیسته. یه زمان آب از آسیا بیفته، در صورت الان دوغ و دوشا و نمیدارم دشمن و دوست و همه قاطی پاتی شده و بیارن و بعد یه فضایی. یه مرتبه کارم به دولت نیست، یه مرتبه میرن تو زمین نظام و عملکرد نظام ضعیفه. این کارا رو در صورت الان هم دیدی که فضاها و شبکه‌های اجتماعی معلوم نیست کجای دنیاست سوار این موج میشن و مردم هم که الان هر کدوم یکی هست. این رو اصلا شما از این فاصله بگیرید و فضا رو کار نداشته باشید. یه خورده تو بحث‌های فرهنگسازی، حالا به طور کلی موضوعات و کلی که مد نظر و فرهنگ رو بیارید و کار ما هم در واقع این نباشه. تا ببینید تا یه چند روز آینده که من مجدداً تصمیم گیری رو به شما عرض کنم. فعلا چون فردا هم بعد از این تعطیلات اولین روز هفته کاری، قطعا یک سری روزنامه ها و چیزا هست، تیترای روزنامه ها رو دقت کنید، تیترای سیاه، تیترای انتقادی، گرونی، چیزا رو نذارید. و ببینید، به شما میگم، نمیدونم تو گفتگوهاتون حواستون جمع باشه، خلاصه تلفن ها و چیزا فعلا یه خورده مدیریت بکنیم انشالله تا به یک فضای آرام برسیم. این رو پیام گذاشتم، در صورت کوچکترین خطا دیگه خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله امنیتیه. خواهش میکنم دقت کنید که شبکه و خودتون متضرر نشید، همچنین ما و همه انشالله. صدای علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما رو میشنیدید. از پوران ناظمی، فعال مدنی، پرسیدیم این توصیه و هشدار مدیر رادیو فرهنگ به چه دلیلی ابراز شده و چه معنایی دارد؟ حتی مجریان خود حکومت هم معتقد هستند که این حکومت در طول 43 سال گذشته تنها راه حلی که داشته برای حل مشکلات سرکوب بوده. اما این سخنان رو که میشنویم، علاوه بر این که ناکارآمدی و نداشتن دانش و همت برای اصلاح امور رو ثابت میکنه، اما چیزی که باعث خشم مردم از این سخنان میشه اینه که اینها اول ریاکاریشون هست و دوم اینه که اینها ملت رو چی دیدن؟ ما رو به عده انسان دیدن که به راحتی فریب میخوریم و در کمال پوزش از همه ما رو عده انسان ساده میپندارن که هر دروغی را هر روز قبول کنیم. نمیدونم اینا چطوری با خودشون اجازه میدن که همچین فکری رو در ما بکنن، اما عجیب اینه که خودشون در سر اینها چی میگذره. یعنی نمیفهمن که اگه حتی اینها رو سانسور بکنن، مملکت رو بلبلبار هم بخوان در اخبارشون نشون بدن، آیا مردم خرید نمیکنن؟ آیا مشکلات رو نمیبینن؟ و من فکر میکنم مسائل معیشتی دیگه مسائل مثل حجاب و استادیوم نیست که مردم بعضی ها بی‌طرف و بی‌تفاوت بمونن، قطعا همه در این اعتراضات شرکت خواهند کرد. توضیحات پوران ناظمی، فعال مدنی از کرمان رو میشنیدید. در ادامه و در رابطه با موج جدید اعتراض‌ها در خوزستان و اعتراض‌های صنفی و معیشتی دیگر در کشور، از فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی، پرسیدیم چقدر این اعتراض‌ها قابل پیش‌بینی است و چقدر با سانسور و سرکوب به پایان می‌رسد. ببینین، این مسئله سانسور و سرکوب نمیتونه جلوی این مسائل رو و اعتراضات به حق مردم رو که به جانشون، به حیات و ممات اونها مربوط میشه بگیره. به هر حال شخصی که هیچی نداره برای اینکه بخواد از دست بده اعتراض میکنه، اعتراضش هم به حق است. متاسفانه مشکلی که حکومت و حاکمیت داره این هستش که هر مسئله کوچکی رو به مسائل امنیتی کشور و سطوح بالا گره میزنه و عملا هم به سمتی میبره مسائل و اعتراضات رو که همین جنبه رو هم پیدا میکنه. توضیحات فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی از تهران رو میشنیدید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند صعودی قیمت برنج ایرانی، سیب زمینی و قند و شکر، تداوم گرانی این کالاها در آینده را قابل انتظار دانسته. این مرجع رسمی گزارش داده 88% از خوراکی‌های پرمصرف در یک سال گذشته بیش از حد بحرانی گران شده و تا پایان فروردین امسال 4 قلم از کالاهای پرمصرف از جمله سیب زمینی و برنج ایرانی بیش از 100% گران شده است.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران میگوید افزایش قیمتها و رها شدگی بازار موجب نگرانی مردم شده و دولت خود را موظف میداند با نظارت بر بازار به جامعه آرامش ببخشد. به گفته رئیسی قرار است تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیک مبالغی به عنوان کمک هزینه معیشتی به مردم پرداخت شود. با توجه به اینکه مردم ایران خاطره کوپن را از دوران جنگ دهه 60 دارند، از فریدون خاوند اقتصاددان در رابطه با صحبت‌های رئیسی از یارانه‌های معیشتی و کوپن پرسیدیم. و تجربه بسیار تلخی است. اون چیزی که شما بهش اشاره کردین اولا از سال 1360 شروع شد و بقایاش تا سال 1390 این کوپنیزم ادامه داشت. ببینین کوپنیزم در نمیشه به طور کلی به طور مطلق اون رو نفی کرد. در بعضی از شرایط بسیار حساس مثلا جنگ خیلی از کشورها به سهمیه بندی و کوپنیزم رو میارن. منتها مسئله بر سر در ایران این بود که این کوپنیزم نگرانی های بسیار زیادی در بین مردم به وجود آورد، ناراحتی های زیادی ایجاد کرد و به خصوص باعث شد که خیلی ها از این کوپنیزم سود ببرند و فساد دامنه گسترده‌ای پیدا بکنه و بخشی از آقازاده ها در واقع پیامد این کوپنیزم در اون دوران هستند. در حال حاضر اینکه بحث کوپنیزم مطرح شده دلیلش در درجه اول مسائل درونی ایرانه. وقتی بر اساس آمار رسمی گفته میشه که طی 12 ماه منتهی به فروردین 1401 قیمت کالاها و مواد غذایی 50% افزایش پیدا کرده، این آمار رسمی است، و فقط در فروردین ماه امسال طی مدت یک ماه 5% قیمت کالاها و خوراکی ها افزایش پیدا کرده، طبعا این ریشه داخلی است. البته مسائل بین المللی و از جمله جنگ اوکراین هم به این وضع دامن زده و این رو نمیشه انکار کرد، ولی اون چیزی که عامل اصلی جهش تورمی کنونی در ایران هست مسائل درونی ایران و عدم توانایی دستگاه اداری ایران به مبارزه، دستگاه سیاسی ایران به مبارزه با تورم بوده و بنابراین با کوپن نمیشه این مسئله رو رفع کرد. تنها اضافه میکنم که کشورهایی که کوپنیزم رو به عنوان راه تنها راه مبارزه با تورم انتخاب کردند مثل کوبا 60 ساله که در این وضعیت ورطه دست و پا میزنن و هنوز به جایی نرسیدن. صحبت‌های فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس رو میشنیدید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر قریب الوقوع امیر قطر به تهران خبر داد. پیشتر رویترز خبر داده بود شیخ تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر قرار است این هفته به ایران سفر کند. بر اساس این گزارش امیر قطر پس از ایران به آلمان، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو برجام می‌رود تا درباره احیای توافق هسته‌ای و امنیت انرژی در اروپا گفتگو کند. سعید خطیب‌زاده در ادامه صحبت‌هایش به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام را تکذیب کرده و مرتبط کردن توافق برجام به سپاه پاسداران را بازی آمریکا و اسرائیل با هدف مقصر نشان دادن جمهوری اسلامی و جنگ روانی توصیف کرده است. و در ادامه چند خبر دیگر. مردی در کرمانشاه خواهر جوان خود را به بهانه ارتباط با یک مرد به طرز فجیعی به قتل رساند. به گزارش هنگاو اسماعیل عزیزی قمشه پس از با آتش کشیدن خواهر خود مردی را که با خواهرش در ارتباط بود و دو عضو خانواده او را با شلیک گلوله کشت و سپس خودکشی کرد. گفته شده زهرا عزیزی قمشه خواهر متهم بر اثر جراحات ناشی از سوختگی جان باخته است. شمار قربانیان الکل دستساز در هرمزگان به 12 نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از مراجعه 78 نفر به بیمارستان‌های بندرعباس به دلیل مسمومیت الکلی خبر داده. حال 2 نفر وخیم گزارش شده است. از میان مسموم شدگان 45 نفر مجبور به دیالیز و 4 نفر دچار تاری دید شدند، اما موردی از نابینایی گزارش نشده است. همزمان 12 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شماری از فعالان صنفی را برای پذیرش اتهامات غیر صنفی زیر فشار قرار دادند. در این گزارش تاکید شده نیروهای امنیتی به روش همیشگی برای رسول بوداغی، محمد حبیبی، علی اکبر باغانی و جعفر ابراهیمی اتهامات ساختگی و دروغین تعریف کرده و در مسیر پرونده‌سازی واهی برای آنها اقدام می‌کنند. در 75مین روز از تجاوز نظامی ارتش پوتین به اوکراین دست کم 60 غیر نظامی در پی بمباران یک مدرسه در شرق اوکراین کشته شدند.
بر مبنای گزارش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، کشته شدگان ساکنان روستایی در منطقه لوهانسک بودند که در زیرزمین این مدرسه پناه گرفته بودند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از بمباران این مدرسه ابراز انزجار کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ استفاده از ذخایر ارز خارجی متعلق به دولت روسیه را مورد توجه قرار دهند. رهبران گروه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان هم در بیانیه اعلام کردند انزوای اقتصادی روسیه را تقویت خواهند کرد و بر قطع تدریجی واردات نفت از روسیه تاکید کردند. با تشدید تنش بین مسکو و غرب، ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه از رژه ارتش روسیه در مراسم سالگرد پیروزی کشورش در جنگ جهانی دوم استفاده کرد تا قدرت نظامی روسیه را به نمایش بگذارد. پس از مراسم رژه، پوتین سخنرانی کرد و خطاب به ارتش روسیه گفت برای مردم دونباس و امنیت خودشان می جنگند. پوتین همچنین غرب را به دفاع از خائنان در اوکراین متهم کرد. همزمان با برگزاری رژه ارتش روسیه در مسکو، معاون نخست وزیر روسیه از سفر روز یکشنبه خود به بندر ماریوپول در جنوب اوکراین خبر داد. این بالاترین مقام روسیه است که از زمان شروع تجاوز نظامی ارتش پوتین به قلمرو سرزمینی اوکراین رفته است. از همکارم بردیا افشین از کیف پرسیدیم آیا در اوکراین به سخنان ولادیمیر پوتین در روز پیروزی واکنشی صورت گرفته است؟ بذار اول از همه یادآوری کنم. اینجا که من هستم، موزه جنگ در کیف، هر ساله اوکراینی ها هم به استقبال همین روز می رفتن، نهم ماه می، به عنوان سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی. به هر حال اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اون اتحاد به اندازه کافی در اون جنگ فداکاری کرده و به اندازه کافی قربانی داده بود که اینجا هم هر ساله یاد قربانیان 7 میلیون قربانی رو گرامی بدارن و همینطور یاد فداکاری ها رو. ولی امسال برای بار اول که این اتفاق نمیافته و هیچ جای دیگه به جز از معدود جاهایی که در اختیار روسیه است، از جمله در خرسون، گروه کمی از طرفداران روسیه این روز رو گرامی داشتند و همینجور در ماریوپول که انتظار می‌رفت جشنی برگزار بشه که برگزار نشد، اوکراینی‌ها به استقبال این روز نرفتن. اونها از سال 2014 و از آغاز حملات روسیه به شرق اوکراین به استقبال این روز نرفتند. مقامات اوکراینی که مطمئناً به دقت نظارگر سخنرانی ولادیمیر پوتین بودند، تا این لحظه نه رئیس جمهور نه وزیر امور خارجه واکنشی نشون ندادند. آقای ولادیمیر زلنسکی البته همزمان ویدیویی رو منتشر کرده بود و یادآور شده بود با ارجاعات و اشاراتی به جنگ جهانی دوم که در واقع تقابل خیر و شر، این خیره که پیروز میشه و بنابراین گفته بود به گفته او این خیر، یعنی اوکراینی ها پیروز این جنگ خواهند بود و این درسی که اونها از جنگ جهانی دوم گرفتند. اما ناظرین غربی، بن والس وزیر دفاع بریتانیا، همزمان با سخنرانی ولادیمیر پوتین حرفای زده بود که شاید در ارتباط با سخنرانی ولادیمیر پوتین باشه. او گفته بود رئیس جمهور روسیه یادآور خودکامگی، استبداد فاشیست های 77 سال پیشه و او پیروزی نیروهای اوکراینی را پیش بینی کرده بود در سخنرانیش، در حرفاش. توضیحات همکارم بردیا افشین از کیف رو میشنیدید. ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، رو در رابطه با رژه امروز نیروهای نظامی روسیه و سخنرانی پوتین و انتقادهای او از غرب در جنگ اوکراین جویا شدیم و پرسیدیم این مراسم و سخنرانی چه نشانه‌هایی در خود داشت. برخلاف انتظارها، به نظرم یکی از بی‌رمق‌ترین رژه‌های روز پیروزی رو در طول چند سال اخیر شاهد بودیم، حالا هم به لحاظ اون نمایش ادوات و تجهیزات نظامی و هم حضور مهمانان خارجی، هر دو کمرنگ بود. سخنرانی پوتین هم خیلی کوتاه بود، یعنی نسبت به حالا گذشته، سالهای گذشته که سخنرانی ایراد میکرد و حالا به لحاظ محتوایی خیلی چیز جدیدی رو نگفت که قبلا نگفته باشه، ولی روی تصمیمش برای جنگ در اوکراین از اون تصمیم دفاع کرد، اون رو ضروری دونست و گفتش که تصمیم درستی بوده و جنگ در اوکراین رو دوباره مقایسه کرد با اون نبردهای روسا در
برابر آلمان نازی در خلال جنگ جهانی دوم یا همون جنگ کبیر میهنی روسا و گفتش که ما الان با نئونازی‌ها در اوکراین در جنگ هستیم. یه جمله مهمی رو به نظرم پوتین گفت که خیلی در واقع اهمیت داره، گفت ما به خاطر دفاع از سرزمین مادریمون در اوکراین هستیم، برای دفاع از سرزمین‌های تاریخیمون از جمله کریمه. یعنی میخوام بگم پوتین دوباره تکرار کرد همون ایده خودش که اساساً برای اوکراین حق حاکمیت و تمامیت ارضی متصور نیستش. بنابراین در تحلیل نهایی میشه گفتش که حالا برخلاف اون اخباری که تو رسانه‌های غربی بوده، حتی خود مقامات اوکراینی اعلام کرده بودن که امروز میاد پوتین اعلان جنگ رسمی میکنه، بسیج عمومی اعلام میکنه، این اتفاقا نیفتاد. ولی به نظرم پوتین گفتش در واقع میخواد این جنگ رو ادامه بده و دفاع کرد از این مسئله و به نظرم این جنگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر نمیرسه که روسیه بخواد به خصوص شخص پوتین در برابر این مسئله بخواد کوتاه بیاد. توضیحات حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه رو میشنیدید. نبود امکانات لازم برای همه دانش آموزان ایران در دوران همگیری کرونا و آموزش مجازی به ریزش 40% محصلان منجر شد. در بسیاری از مناطق محروم کشور هم آموزش در دوران شیوع کووید 19 تنها به درس نامه های آموزگاران محدود شد. بیشتر بشنویم در همین رابطه در گزارشی از فیروزه جابانی. تقریبا 3 سال تحصیلی در دوره همگیری ویروس با سکانداری 2 دولت گذشت. پیامدان مدیریت آشفته و نامنسجم، افت تحصیلی پیدا و پنهان در سیستم آموزشی امروز کشور است. گرچه در ابتدا همگیری کووید 19 ریتم آموزش را در سراسر جهان متوقف و کند کرد، اما این ریتم کند در ایران تا به امروز ماند. آموزش غیر حضوری با راه اندازی اپلیکیشن شاد کلید خورد. نوعی ناعدالتی آشکار آموزشی. سهم دانش آموزان کانکس نشین، چادر نشین و مدارس کپری مناطق محروم در این نوع سیستم آموزش در کل نادیده گرفته شد. دانش آموزان کم برخوردار هم با این روش از تحصیل محروم شدند. نرخ ارزان‌ترین تبلت سال 99 حداقل 1,000,000 تومان و تعرفه اینترنت ماهانه دست کم 50,000 تومان تهدید ترک تحصیل 40% از دانش آموزان را جدی تر کرد. 3,500,000 دانش آموز به گوشی و تبلت هوشمند دسترسی نداشتند. گزارش‌های دالبر خودکشی دانش آموزان به دلیل فقر و محرومیت از تحصیل مجازی رسانه‌ای هم شد. سپردن کلاس‌های غیر حضوری به شبکه آموزش تلویزیون نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه انتقادها نشان داد بسیاری از مناطق محروم و روستاهای دورافتاده حتی به همه شبکه‌های تلویزیون داخلی هم دسترسی ندارند. با صدا سیما صحبت کرده، میگه مشکل از گیرنده هاست، ولی در حالی که اصلا اینجوری نیست. از دکل برنامه آموزش غیر حضوری آموزش و پرورش برای دست کم 15 میلیون دانش آموز به دلیل نبود امکانات و تمهیدات و بسترسازی های لازم و بدون فراگیری و پوشش درخور شکست خورد. همزمان با افت و خیز سویه های مختلف کرونا، آموزش و پرورش بازگشایی مدارس را در رأس کار قرار داد. در شرایطی که واکسیناسیون کادر آموزش نهایی نشده بود، امتحان‌های نهایی با وجود اعتراض‌های دانش آموزان حضوری برگزار شد. کنکور 1400 هم با وجود هشدارها، با وعده اجرای پروتکل‌های بهداشتی حضوری برگزار شد. سازوکاری که در فروردین 1401 هم اعمال شد. با وجود اعتراض‌ها نسبت به نبود برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت دوباره کلاس‌های حضوری، ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش برای حضوری شدن مدارس برای تنها چند ماه باقی مانده سال تحصیلی صادر شد. تصمیم‌های آنی برای نشستن دوباره دانش آموزان پشت نیمکت کلاس بدون اجرای طرح یک پارچه واکسیناسیون دانش آموزان، بلخص در مدارس دولتی که مجهز به سیستم تهویه‌ای مناسب نیستند و تراکم کلاس‌ها به بیش از 35 دانش آموز می‌رسد، عمق نبود برنامه‌ریزی در سیستم آموزشی را نشان می‌دهد. در واقع سختگیری‌ها برای ضمانت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در بازگشت دوباره آموزش حضوری بیش از آنکه متوجه سیستم آموزشی باشد، دانش آموز و خانواده را هدف قرار داده. به عنوان نمونه، سرویس مدارس به دلیل پروتکل‌ها حذف شد، مسئولیت تردد بر عهده والدین گذاشته شد. آمارها نشان می‌دهد سال تحصیلی 1399-1400 210,000 دانش آموز ترک تحصیل کردند.
سال تحصیلی 1400-1401 970 هزار دانش آموز. آموزش و پرورش برای پر کردن این خلا به دلیل ضعف در آموزش غیر حضوری در یک برنامه فرمایشی و بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها می‌خواهد دانش آموزان را به کلاس‌های حضوری بازگرداند. تا چه میزان آموزش حضوری ضرورت دارد و دولت پس از این وقفه طولانی تا چه حد آماده است؟ بیروزه جابانی، لندن. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.